سلام رفقا، به کانال اسکیپ تویوب خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اگر اولین بار ویدیو ما تماشا میکنید خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو فشار بدین و زنگوله کناریش هم بزنید تا اگه ویدیو جدید منتشر شد مطلع میشین و تصمیم ویدیو جدید رو میبینید. خب قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم خیلی سریع میخوام یه نکته رو بهتون بگم. یه پلی لیستی آماده کردم به نام دوره تعمیر کار خاص. خب این ویدیو مربوط میشه به همون دوره تعمیر کار خاصی که دو سه ماه پیش تبلیغش رو کردم و حالا به سری دلایل فعلا منتظریم به حد نصاب برسه تا بعد هزینه و زمان انتشار ویدیو رو اعلام کنیم. تا اون موقع شما میتونید این پلیلیست رو دنبال کنید، با مطالبی که قراره توی اون ویدیو توضیح بدم آشنا بشید، اصلا طریقه صحبت یا اینکه مطالبی که توضیح میدم متوجه میشید یا خیر، یا اصلا مطالب مفید هست یا خیر، تمام این موضوعات رو بهش میرسید که ارزش داره تو این دوره شرکت کنید یا خیر. و در از این پلیلیست صرفا جهت تبلیغ اون دوره نیست. این پلیلیست در رابطه با سوالاتی که پیش اومده و به هر نحوی ازم سوال شده بود که حالا این هست نیست و مطالبی ها میتونی گفتن اشتباه های درسته، من این مطالب هم به صورت دوستانه و اون مطالبی که حالا تحقیق کردم یاد گرفتم و به شما تو این ویدیوها توضیح میدم و یه سری مطالب هم داره که میتونید روی تحقیق کنید اصلا واقعیت داره یا خیر، که به نتیجه میرسید اصلا ارزش داره تو این دوره شرکت کنید یا خیر. ما هم عجله ای نداریم، منتظر میمونیم تا به قول گفتنی به حد نصاب برسه شرکت کننده ها و اون موقع دوره رو اعلام میکنیم که به چه صورتی است. و در نهایت مبحث اصلی این پلیلیست در رابطه با اون ویدیو 37 دقیقه هست که من منتشر کردم، که هنوزم سر حرفم هستم که گفتم قراره توی یک ویدیو 37 دقیقه ای شما مهارتتون چندین برابر بشه. برای دوستان تازه کار، برای دوستان با تجربه هم میتونه دستشون خیلی باز کنه که راحت تر بتونن ابیابی کنن. این کل مطلب این موضوع هستش که فوکوس یا تمرکز این ویدیو بر اینه که شما متوجه بشید واقعا نسبت به این ویدیویی که خواهید دید تو این پلیلیست واقعا میشه تو 37 دقیقه این اتفاق بیفته یا خیر. چون همطور که توی دورم اعلام کردم یه سری شرایط خاص داره در کنار اون بود ویدیوهای پیش نیازی که توی یوتیوب به عنوان تعمیر کار خاص به صورت رایگان منتشر کردم، اونا رو هم ببینید و در نهایت اگه به حد نصاب برسه این دوره اون موقع زمان و هزینه رو هم که اعلام کردم و بعد اون موقع به اطلاعتون خواهم رسود. این کل موضوع این پلیلیست بود. شما میتونید نسبت به ویدیوهایی که میذارم تحقیق کنید، مطالبی که دارم توضیح میدم مثلا به روش توضیح دادنم دقت کنید مثلا متوجه میشید یا خیر. خیلی راحت میتونید دوستانه مطالبتون زیر ویدیوها بنویسید و منم جوابتون رو خواهم داد. بریم سراغ اولین سوالی که ازم شده بود که امپدانس قابل اندازه گیری نیست، توی دی سی امپدانس نداریم، مثلا تو بورد تلفن امپدانس وجود نداره و و و. خب بریم سراغ اولین مبحثمون. من حرفم اینه که این اسکیپی تستی که این کانال ابداع کرده همون امپدانسه و خیلی میگن نه، نسبت به دانش و اطلاعات و تجربه که در رابطه با الکترونیک دارید خیلی راحت میتونید اینجا به صورت دوستانه برام زیر ویدیو بنویسید که به این دلیل این امپدانس نیست، شما اشتباه کردیم، ما خب تصدیق میکنیم، همون میکنیمش اسکیپی تست، که البته خیلی از دوستان بازم اسکیپی تست رو به عنوان دیود معکوس میشناسن. خب بریم تو این ویدیو من در موردش توضیح بدم با یک تحلیل خیلی ساده که آیا از نظر خودم این اسکیپی تست همون امپدانسه. ما بقیش تصمیم گیری، تحقیق و مطالبی که شما بهم توی زیر ویدیو می نویسید متوجه میشم که آیا نظریم درست هست یا خیر. بریم سراغ ویدیویی که دو سه ماه پیش آپلود کردم و چون موزیک بود فقط مفهومی بود برای دوستانی که متوجه شده بودن اصلا در چه رابطه من اینو قرار دادم، چون خیلی سوال پرسیدن، ما یه ویدیوی به این شکلی مفهومی براشون آماده کردم ولی مثل این که متوجه نشدن، گفتم تو این ویدیو نظریم رو اعلام کنم به چه دلیل دارم میگم اسکیپی تست همون امپدانسه و بعد
میریم سراغ ما بقیه سوالاتی که شده بود. بریم اول سراغ این ویدیو که توی این ویدیو من برد آیفون رو قرار دادم و ولتاژ مسیر باتریم و VDD مین و تست دیود مقاومت و اسکیپی تستش رو گرفتم. و خب برای دوستان هم که تازه دارن این ویدیو هامو میبینن یه توضیح مختصر بدم. ولتاژ باتریمون از کانکتور باتری میاد تو مسیر باتریمون، میره وارد IC شارژ میشه. البته تو گوشی های جدید تر دیگه وارد IC شارژ هم نمیشه، مسیرش متفاوت هست، میتونید چک کنید. تو بعضی ها تغییر کرده، ولی تو این مدل گوشی ها بعد از که وارد ولتاژ باتری مو وارد IC شارژ میشه و خروج میکنه، خروجیش میشه ولتاژ تبدیل شده تلفنمون یا میشه ولتاژ تلفنمون و خروجیش هم اسمش توی گوشه آیفون ولتاژ دوم یا VDD main یا VCC main. که حالا من توی این ویدیو یک دقیقه میام تست دیود و اوم مقاومتشو میگیرم با به اضافه اسکیپی تست. به عدد دقت کنید و بعد میریم سراغش که توضیحاتشو بدم. خب اول میریم سراغ مسیر باتریمون، کانکتور باتری و تست دیودش رو میگیریم. اعداد رو نگاه کنید. مسیر باتری 8433، VDD من 8328. پس تست دیودمون تو این دوتا مسیر متفاوت بود. میذارم روی مقاومت و میایم اهم این دوتا مسیر رو باز میگیریم. توی این مسیر دقت کنید، اعداد داره به سمت بالا میره و 62 کیلو اهم نشون میده، ولی توی VDD main اعداد داره به سمت پایین میاد و 2.9 مگا اوم نشون میده. حالا اسکیپی تست رو نگاه میکنیم. ببینید 1.987. این ویدیو رو زیاد گرفتم دیگه دستم اومده. VDD main 1.987. بس توی اسکیپی تستمون توی مسیر باتری و مسیر VDD main یکسان بود. خب بله، بریم توضیح این امپدانس رو بدیم. امپدانس خیلی خلاصه ساده، همونطور که یاد میگیرم مطلب برای خودم ساده میکنم و به همون شکل هم به شما انتقال میدم. اگه دوست داشتید دیگه خودتون میدونید، میتونید بیشتر تحقیق کنید. امپدانس ضریب یا میانگین ولتاژ، جریان و فرکانسه و نسبت به این تحقیقات و اطلاعاتی که جمع آوری کردم و همین تست ساده‌ای که نشون دادم، نظریه من اینه که این اسکیپی تست همون امپدانسه که داره توی دو تا مسیر مختلف داره یک عدد مشابه رو نشون میده. حالا سوال من اینجا اینه، چرا تو گوشی‌های اندروید امپدانسی که دارید یا همون اسکیپی تستی که میگیرید امپدانستون توی مسیر باتری و مسیر ولتاژ دوم که VBAT، VPH یا VCC هستش متغیر هست؟ البته اینم بگم توی یه سری از گوشی های اندروید مثل تو گوشی های شیائومی این اتفاق میفته که بورد هاشون و مدار هاشون مشابه مدار آیفون هست، امپدانس دوباره یکسانه. ولی در اصل تو بیشتر گوشی های اندرویدی که یک تفاوت با مدار آیفون داره که قبلا هم در موردش توضیح دادم، به اون دلیل هستش که اوم امپدانس داره متفاوت نشون میده. و زیر ویدیو میتونید برام بنویسید که متوجه میشم اصلا ویدیوهای منو نگاه میکنید با دقت یا خیر. این اولین موضوع. بریم سراغ دومین موضوع که میگفتن دی سی توی امپدانس توی دی سی نیست یا اصلا تو بورد تلفن همراه امپدانس نداریم. بریم باز روی یک تصویر ثبت شده به شما نشون بدم که امپدانس در بورد تلفن همراه وجود داره یا خیر. خب برای این کار شما کافیه از اینترنت شماتیک آیفون 6 رو دانلود کنید و صفحه 4ش رو باز کنید. من برای اون دوستان از دور گرفتم که این صفحه 4 رو بیارم و ایشالله که بتونم بخونم، نزدیکم میارم که ببینید بزرگی بزرگیش کنم. DDR Impedance Control، کنترل کننده امپدانس رم. خب بس امپدانس در تلفن های همراه موجوده، اینو دیگه من نساختم، اپل شرکت سازنده این دستگاه این شماتیکو منتشر کرده. و خب حالا اینو که گفتیم یه مطلب دیگه هم خلاصه بهتون توضیح میدم چون قرار ویدیوشو بعدم بسازم و یک اشاره میکنم که متوجه بشید آیا واقعا توی 37 دقیقه
میشه آدم مهارت ابیابیش بالا بره یا خیر؟ خب اینجا ما چهار تا مقاومت داریم که خود همین مقاومت ها یه دونه نکته دارن که تو ذوق میزنه و شما میتونید متوجه بشید که داستان از چه قراره. خب این میشه تست پوینت، یکی از دو تا تست پوینت داره، یکی از تست پوینت ها رو اینجا بهتون نشون دادم و بریم که ببینیم اینا به کجا متصلن. نگاه کنید DDR 0 1 0 1، این زد کیو هم که میدونید دیگه، دیگه ما که الکترونیک که اون پایه است، البته بچه ها میگن از پایه هم پایین تره، خب حق میگن، ما از اول هم تو ویدیو شماره یکی هم همین مطلب رو گفته بودم و صرفا این کانال برای دوستان تازه کار بود، ولی خب دیگه یه سری از دوستان کم لطفی کردن. خب اینجا هم که دارید میبینید برای چی هست، DQ CA که دیگه اینا رو هم میزنم که خود اون دوستان برن میدونن در مورد چی صحبت میکنم. بس با این چهار تا پایه شما میدونید دارید چی رم و تست میگیرید و عموماً قبل از اینکه بیاید با آزمون خطا وایسی رم و بردارید یا حالا یه ایرادات رایج داشته باشه، چه تو ولتاژی چه توی اتصالی، که راحت بتونید متوجه شید که رم مشکل داره و بیاید ورش دارید تعویزش کنید، و یا 20 ساعت آموزش ببینید که آیا رم به چه شکلی کار میکنه. شما با این 4 تا پایه، البته تو اندروید 2 تا پایه هم میتونه باشه، که اگه دوستان تازه کار هستید اینو بنویسید تو دفترتون، ایشالله به زودی زود محقق میشه براتون با تلاشتون و به مهارت و تجربه کافی که رسیدید. این مطالب مطمئن باشید بهتون خیلی کمک میکنه و کار خیلی راحت تر میکنه. به جای 20 ساعت آموزش میتونید این مسیر رو پیدا کنید توی رم و تست بگیرید که آیا رمتون توی این بخش مشکل داره یا نه. این کل موضوع بود، انشالله این ویدیو به دردتون خورده باشه، منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. دونه دونه براتون انشالله سعی میکنم دوباره آماده کنم، دوباره برگشتیم که با ویدیوهای جدیدتر در خدمتتون باشیم. منتظر کامنت های پر انرژیتون هستم. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.